دومین محصولی که از بیان 8 محصول میوه هسته دار در کشور ما حائز اهمیت است، محصول زردالو است. ایران به عنوان سومین تولید کننده محصول زردالو و استانهای چون استان آذربایجان شرقی، سمنان، تهران، خراسان رضوی و استان یزد مهمترین استانهای زردالو خیز کشور هستش. یکی از محدودیت هایی که ما در کشت و پرورش زردالو داریم و یا اگر خواسته باشیم بگیم مهمترین چالش های زردالو در کشور چی هست، شاید مهمترینش بحث سرمازدگی دیرس بهاره است که میتونه منجر به در بعضی سالا تا 100% خسارت بشه. اما غیر از این پدیده جوی، سایر عواملی که میتونه در افزایش عملکرد و تولید محصول زردالو در کشور مؤثر باشه، توجه به بحث هرس فرم یا تربیت نهال و هرس باردهی درختان زردالو هستش. زردالو هم از جمله درختان میوه هسته دار هستش که توصیه ما بر انجام هرس های تابستانه است و اون هم هرس های بعد از برداشت، که در صورتی که در زمان مناسب و با شدت مناسب انجام بگیره، علاوه بر اینکه میتونه باعث کنترل رشد رویشی بشه، میتونه تاثیرگذار باشه در افزایش عملکرد و کیفیت محصول. فرمی رو که الان ما در باغات جدید الاحداث زردالو رو پای بذری توصیه میکنیم و تقریبا میشه گفت که فرم قابل پذیرش هست، فرم شلجمی هست که ملاحظه میکنید در این فرم ما چند محور داریم، یا در واقع چند محور هستش که به عنوان مثال سال گذشته این به عنوان شاخه اصلی بوده، یه سال دیگه شاخه بعدی و در واقع یک فرم چند محور است یا همون فرم مودیفاید لیدر یا فرم شلجمی است که شاخه مرکزی جایگزین میشه در سالهای مختلف. در کنار این، امروز ما بحث استفاده از فرم تربیت اسپیندل رو برای باغات زردالو هم از توضیح خواهیم داد که این فرم هم میتونه در سالهای آتی برای کشت و پرورش زردالوی کشور، به خصوص در جایی که قصد احداث باغات مدرن زردالو رو دارن، میتونه مد نظر قرارش بگیره. خب چه کارهایی رو ما باید در سالهای اول تا سوم در باغات زردالو انجام بدیم تا در نهایت از سال چهارم به بعد درخت یک شکل و یک اسکلت قوی و مناسب رو داشته باشه؟ خب معمولا به این صورت عمل میکنیم. سال اول نهال بعد از اینکه که شد در ارتفاع حدود 80 سانتی متری سربرداری میشه، در تابستان سال اول شاخهای جدید ایجاد میشه و در سال دوم ملاحظه میکنید این بازوها و شاخه هایی که ایجاد شده رو ما در این درخت دو ساله ملاحظه میکنید. کاری که در تابستان سال اول انجام شده، ما در اینجا یه شاخه مرکزی رو سالانه جایگزین میکنیم. اگر سال گذشته به عنوان مثال این شاخه پیشاهنگ ما بوده، امسال این شاخه کناری اون، برخلاف نحوه تربیت گیلاس که معمولا یه لیدر برای همیشه به عنوان شاخه اصلی و پیشاهنگ ما هست، در زردالو اون فرمی که فعلا توصیه میکنیم چند محور است و ملاحظه میکنید در این درخت دو ساله ما لیدر جایگزین شدیم. کار دیگه ای که ما در هرس های فرم زردالو باید مد نظر قرارش بدیم، باز کردن تاج درخت است که ملاحظه میکنید سال گذشته ما زاویه این شاخه ها رو به نوعی باز کردیم و نکته مهمی که هست، میبینید در درختان دو سال به بالا کاملا حتی باز شدن زاویه شاخه ها باعث شده که ما تشکیل گل و میوه رو برای سال بعد هم داشته باشیم. غیر از فرم شلجمی که خدمت دوستان عرض شد که فرم غالب و پیشنهادی ما هست در باغات با پای بذری زردالو و باغات سنتی ما، پیشبینی ما این هستش با توجه به توسعه پایه‌های رویشی و حرکت به سمت باغات مدرن، فرم تربیت اسپیندل هم میتونه برای زردالو مد نظر قرار بگیره. ما در این مجموعه فرم اسپیندل هم برای زردالو داریم مورد
ارزیابی قرار دادیم، بررسی میکنیم که ملاحظه میکنید یک لیدر رو اجازه رشد دادیم، طبقه اول ایجاد شده، طبقه دوم رو داریم تشکیل میدیم. مشابه کاری که برای گیلاس انجام شده در زردالو هم فرم اسپیندل داره ارزیابی میشه، ولی فعلا ما چون نتایجش هنوز کامل مشخص نیست، فرم پیشنهادی ما و برنامه آموزشی رو در ارتباط با زردالو روی فرم شلجمی قرار دادیم. الان شما این فرم رو ببینید، از 4 جهت درخت نورگیری داره. خود این لیدر خیلی کمک میکنه تو باز شدن شاخه ها، تو هدایت این شاخه ها. شما وقتی که این رو لیدر داشته باشین، بقیه رو به راحتی نسبت به این میتونین بسنجین. الان این درخت تقریبا فرم مناسب رو ایجاد شده، یعنی بازوها ایجاد شده. ما کاری که انجام میدیم الان ببینید، این شاخه های یک ساله میوه رو اینا تشکیل نمیشه. ما کاری که انجام میدیم هم زاویه رو باز میکنیم هم میوه رو نگه میدیم تا جایی که میتونید. اینا رو ببینید، این شاخهای رو به بالا رو من حذف میکنم برای زردالو. حالا ما دو تا کار میتونیم، گفتیم برشایی که ما در هرس انجام میدیم، این شاخهایی که انجام دو مدله، یا سرزنیه یا هدینگه که این مثلا یه سوم دو سومش رو حذف میکنیم، یا میایم تنک میکنیم مثل این، میایم بغل یه شاخه جانبی ضعیف میزنیم. سرزنی که انجام میدیم چه اتفاقی میفته؟ مثل این چند تا پنج تا شاخه میزنه دیگه، نه؟ یا هم میایم بغل این اسپور میزنیم که حالت جارویی نداشته باشه. الان برای این فکر کنیم کدوم روش رو انجام بدیم؟ جارویی نداشته باشه. فقط یه اشکالی داره، اگر ما بیایم این انجام بدیم بغل اسپور، برای سال بعد خیلی میوه نخواهیم داشت. به همین دلیل در جاهایی که دیروز بحث کردیم، بعضی مواقع ما مجبوریم تلفیقی از برش‌های سرزنی و تنک رو انجام بدیم. غالب تنک شاخه است. در جایی که مجبور باشیم یه مقداری ما سرزنی رو هم انجام میدیم، یه 10 سانتی 15 سانتی نگه میداریم برای رشد سال آتی. بنابراین ترجیحاً تنک، ولی در جایی مجبور شدیم این کار رو هم انجام میدیم. خب روی اینجا الان بازوها رو داریم دیگه، نه؟ ببینید ما یه همچی فرمی رو میخوایم انجام بدیم. ما توی این قسمت چیز حدود 40 رقم و ژنوتیپ زردالو رو داریم. بخشش از استان آذربایجان شرقی اومده، ژنوتیپ های هیبریدی است که آقای دکتر دژنپور همکار خوب ما در ایستگاه سهند اصلاح کردن، یه بخش آقای دکتر رهنمون اصلاح کردن. تا الان از ابتدای صبح، امروز صبح که در خدمتتون بودیم، رو هرس‌های فرم درختان 2 سال، 3 سال و 5 سال رو انجام دادیم. الان هرس باردهی رو. خب در زردالو میوه رو چه شاخه‌ای تشکیل میشه؟ دوستانی که شاخه چی؟ یک ساله؟ الان میتونین روی این شاخه درخت من بار زردالو رو نشون بدین؟ بله. کدوم ماست؟ بله. زردالو هیچ موقع بار روی پس در زردالو تشکیل میوه عمدتاً روی این اسپورهای 2 تا 3 سال به بالا هستش، که بله برعکس هلوشلی روی شاخه های این، حالا فصل جاری است که حالا میشه سال آینده یک ساله، روی این هم گل داریم، خیلی کمه ولی معمولاً تبدیل به میوه نمیشه. ما در هرس زردالو عمدتاً این اندام های بارده رو باید حفظ کنیم. به نظر شما این شاخه های بارده چند سال بارشون رو حفظ میکنن؟ تا چند سال؟ بله
سه سال، پنج سال، ده سال، بیست سال. در گیلاس معمولاً اون اسپورا رو گزارش هایی که داریم حدود 8 تا 10 سال. در زردالو معمولاً 2 تا 3 سال، حد اکثر 5 سال. معمولاً از سال سوم به بعد اینها یا میزان باردهیشون کم میشه یا خشک میشه و یکی از کارهایی که الان اینجا میبینید دیگه اینا اسپارهایی بوده که خشک شده. اینا معمولاً این اسپارهای باردهی بوده که عمرشون تموم شده و یکی از کارهایی که در زردالو تو هرس‌های هم حالا اگر منطقی باشه زمستانه بخوان انجام بدن یا در هرس تابستانه این شاخهای خشک باید حتما زده بشه، چون اینا نه باری میدن و معمولا هم میتونه محلی باشه برای ورود پاتوژن ها و عوامل بیماریزا. این هم خسارت لکه غرباری است که یکی از مشکلات که ما در باغات زردالو داریم خسارت لکه غرباریه که با یه مدیریت ساده و یه سمپاشی به موقع میشه اینا رو کنترل کرد که علائمش روی میوه هم الان دیدین دیگه. حالا اگر که دو تا میوه هم باشه میبینید. یه مشکل دیگه هم که ما در زردالو داریم غیر از این لکه غرباری خسارت کرم هست که اونم در بعضی از جاها دارن میتونن با یه سمپاشی به موقع انجام بدن. بله اینا خسارت لکه غرباری هست روی میوه هم. بله یه قارچ هستش، حالا یا با اکسیکلور و رمس یا با کاپتان یا هر قارچکش دیگه ای که باشه همراه با سمپاشی های زمستانه ما توصیه میکنیم که معمولا اگر روغن ولک استفاده میکنن یه قارچکش هم بزنن و این کمک میکنه تو کنترل جمعیت آفت. در جایی که خیلی آلودگی شدید نیست خب اون رو میذاریم همون سمپاشی آخر، یعنی بعد از گلی. الان اگر نگاه کنید این مشکله دوستان، مشکل این فرم شلجمی رو تو این درخت های بارده میبینید. الان نگاه کنید اصلا هم برداشت میوه از داخل مشکله، بیشتر شاخهای باردش خوش شده دیگه و چون نفوذ نور نیست، آفتاب نیست، میوه خوب نمیتونه رنگ بگیره و میبینید که فرم شل اسپیندل شاید برای زردالو فرم قابل توصیه تری باشه. حالا با این تفاصیل یه نفر از دوستان فکر کنین این درختی است که در باغ در استان شماست و میخواین کار هرس این انجام بدین. در هرس‌های باردهی کاری که الان دوستان ما در آذربایجان شرقی انجام دادن، خب مرکز درخت رو باز کردن، تهویه و نفوذ نور به داخل تاج خوب هست، گرچه هنوز جا داره که بعضی از درختان دیگر، بعضی از شاخهای دیگر رو اینها حذف کنن که هفت تا اصل رو معمولا ما در دوره‌های مقدماتی هرس خدمت دوستان عرض می‌کنیم. یکی از اینها در هرس‌ها باید به نحوی عمل کنیم وقتی که یه نفر وسط درخت قرار گرفت از وسط درخت آسمان رو بتونه ببینه. خب ما در بحث هرس‌های باردهی باید شاخهایی که در مسیر حرکت تراکتور هستن یا ادوات ما هستن اینها رو هم باز کنیم، جمع کنیم، چون اینها راننده تراکتور که میاد ممکنه گیر کنه، شاخه بشکنه و سعی میکنیم با هرس یه مقداری از تاج درخت رو کم کنیم و قسمت‌های بارده درخت رو به سطح زمین نزدیک‌تر کنیم. هم هزینه های تولید هم هزینه های برداشت رو به نوعی با کار هرس باید مدیریت کنیم. اشکالی که در کار دوستان هست که حالا ما کار اصلاحیش میگیم الان دوستان انجام بدن، باید یه مقداری از رشد رویشی بالای تاج درخت کم بشه. دوستانی که کار هرس زردالو رو انجام میدن یکی از بحث ها و اصول هفتگانه ای رو که باید مد نظرشون باشه آشنایی با عادت شاخیدهی درختان زردالو هست. در بین ارقام متنوع زردالویی که ما در کشور داریم و در دنیا داریم اگر دوستان در منابع علمی دقت کنند میبینند که عادت شاخیدهی درختان زردالو با هم متمایز است. بعضی از ارقام مثل قرمز شارود تاج درخت کاملا گسترده هست، اصطلاحا میگیم اسپریدینگ هست. بعضی از ارقام بومی و خارجی یا وارداتی که ما در کشور داریم تاجشون نیمه گسترده است و به همین صورت بعضی از ارقام رو داریم که تاج درخت کاملا حالت چتری داره، حالت آویزون داره، اصطلاحا ویپینگ میگیم.
بنابراین نحوه حرس به خصوص در بحث حرس باردهی و تربیت نهال در سالهای اول باید دوستان حرسکار ما با عادت شاخدهی درختان، عادت اصطلاحاً میگیم با حبیت درخت باید، با عادت رشد درخت باید آشنا باشن. این به عنوان یک اصل هستش، خاص زردالو نیست. در هر کدوم از درختان میوه که به صورت تخصصی دوستان کار میکنن باید مد نظرشون باشه چه رقمی رو دارن کار میکنن، چرا که ارقام از نظر تیپ رشد، از نظر عادت شاخدهی کاملا با هم میتونن متفاوت باشن. نکته دومی که در بحث زردالو باز دوستان مد نظر باید قرار بدن، آشنایی با عادت باردهی هست. غیر از عادت رشد، آشنایی با عادت باردهی خیلی مهم هستش. گاهی اوقات دوستان عزیز هرسکار ما به دلیل اینکه به صورت تجربی کار رو یاد گرفتن و به صورت آکادمیک و علمی کار نکردن، بعضی از شاخه هایی رو نگه می‌دارن یا بعضی از شاخه هایی رو هرس می‌کنن که در نهایت یا منجر به تولید شاخه های جانبی شدید که اصطلاح عام تولید میشه گفت حالت جارویی پیدا می‌کنن و یا اینکه اندام های بارده درخت رو ندانسته حذف می‌کنن و خب در نهایت عملکرد کاهش پیدا می‌کنه. باغدار معتقد میشه که یا به این باور میرسه که هرس میتونه باعث کاهش عملکرد بشه و شاید خیلی رغبت پیدا نکنه به کار هرس. بنابراین دوستان عزیز مد نظرشون باشه، عادت باردهی درختان زردالو تشکیل میوه عمدتاً بر روی اسپور هاست. روی شاخهای یک ساله هم ما تشکیل میوه داریم، ولی معمولاً گلهایی که روی شاخهای یک ساله تشکیل میشه از عملکرد خوبی برخوردار نیستن، درصد زیادی ریزش میکنه. بنابراین در هرس‌های باردهی باید سعی کنیم اسپورهای دو سال به بالا رو ما در زردالو هم حفظ کنیم. آقای نوروزی، این یه درخت سه ساله هستش که فرم تربیتی که میخوایم انجام میشه فرم شلجمی هستش که درسته؟ خب در فرم شلجمی ما یه محور مرکزی نداریم، باید جایگزین بشه. حالا کاری که باید انجام بدیم، اول ببینید این شاخه‌ای که عمودی رو به بالا هست، ما میتونیم این رو به عنوان شاخه لیدر جایگزین بذاریم، این رو حذفش کنیم. خب پس اول ما کاری که انجام میدیم، باز در اینجا این شاخه رو باز برش میداریم که شاخه جانبی به سمت باز بشه، اینا رو به همین صورت. ببینید این کاریه که ما در تابستان سال سوم داریم انجام میدیم. درخت تقریبا شکل شلجمی رو به خودش گرفته. ما معمولا در زردالو کار هرس برش هامون از نوع سرزنی نخواهد بود، مگر در حالتی که بخوایم درخت رو فرم بدیم، تربیت کنیم در دو تا سه سال اول. دلیلش هم این هستش که زردالو یه قالبیت انتهایی خیلی قوی داره، بعد برش ها اگر از نوع سرزنی باشه حالت جارویی پیدا میکنه. در اینجا که ما این کار رو داریم انجام میدیم، بیشتر هرس فرم هستش، تربیت درخت است و مجبوراً در بعضی از جاها این کار رو انجام میدیم. اون یه مقداری تاج درخت خیلی باز نشه، اینم میتونی کوتاه‌ترش کنی و اینم باز میتونیم برش دارین. اون چیزی که مد نظر هست. خب حالا داخلش هم شاخه‌های خوش اگر چیزی داره باید حذف کنیم. ببینید در زردالو نکته مهمی که دوستانی که کار زردالو رو انجام میدن باید بدونن، در زردالو تشکیل میوه رو شاخه‌های دو سال به بالا و عمدتاً روی اسپورها و سیخک‌ها خواهد بود. تشکیل میوه روی شاخه‌های یک ساله معمولاً اگر هم گلی تشکیل بشه به بار نمیشینه. به همین دلیل توصیه ما این هستش که در زردالو اندام‌های بارده هضم نشه. گاهی اوقات دوستانی که در کار هرس از تبحر و مهارت کافی برخوردار نیستن، عمدتاً این شاخه‌های یک ساله رو می‌ذارن و سرزنی‌های شدید انجام میدن و باعث میشن درخت حالت جارویی پیدا کنه که حالا در هرس بارده این رو توضیح خواهیم دادش. ملاحظه می‌کنید درخت رو اگر از بالا نگاه کنید یک فرم شلجمی یا نیم دایره‌ای داره که ما این رو جایگزین گذاشتیم برای سال بعد. سال آینده باز این برداشته میشه و این میشه شاخه جایگزین لیدر ما. اگر ما در دو تا سه سال اول روی فرم و تربیت درخت کار کنیم، در سالهای آتی، در سال باردهی یعنی سال چهارم پنجم به بعد، ملاحظه خواهید کرد که هرس ما به حداقل ممکن میرسه. نکته کلیدی اون، خب هزینه های داشت باغات رو میتونه به شدت پایین بیاره، چون هرس یکی از عملیات مهمه پر هزینه برای باغداران هستش، به خصوص اگر ما بتونیم در تابستان انجام بدیم و
این باعث میشه در سالهای بعد اگر 2 یا 3 سال ما هرس تابستانه رو انجام بدیم، دیگه در سالهای بعد نیازی به انجام هرس در درختان موسن نخواهیم داشت.